خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نود روا قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خش قطره علم است اندر جان من وارهانش از هوا و از خاک تن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما متعلمین و شاگردای عزیز امیدوارم که حالتان خوب باشد و جور و صحتمند باشید من محمد علی نجفی استاد مضمون دری در سنف هشتم در خدمت شما هستم موضوعات قابل تر در جلسه اول دوستان دو بخش است قسم اول در مورد بخشی از مناجات نامه پره هرات و پر انصار خواجه عبدالله انصاری میخواییم برای شما قرائت کنیم و معنا سازیم و در قسمت دویم دوستان در مورد یکی از فنون و صنایع ادبی تحت عنوان سج برایتان توضیحاتی ارائه خواهیم کرد دوستان عزیز و گرامی در مکتب هادی خوش آمدید خب دوستان عزیز و گرامی میپردازیم در بخش اول درس ما قسمتی که میبینید دوستان همانطور که بر روی اسلاید مورد نظر حاکیس و نشان دهنده است بخشی از کتاب مناجات نامه پیر هرات و پیر انصار خاج عبدالله انصاری می باشد عبدالله انصاری یکی از سخنوران و یکی از وایزان بسیار بسیار نامی در قرن چهارم هجری قمری است که متولد ولایت هرات می باشد مادرشان اصالتا از ولایت بلخ است و پدرشان از منطقه هرات است یکی از شخصیت ها و یکی از سخنوانان بسیار نامی است که آثار بسیار بسیار فراوانی دارد از جمله آثار بسیار نامی او همه کتاب مناجات نام است در کنار او می توانیم از کنز و سالکین، زاد المسافرین، رساله دل جان، محبت نامه می توانیم اشاره بکنیم که از مهمترین آثار ای شیخ خب بخش اولی که میبینیم تحت عنوان حمد شریف است درس اول شماست که در مورد ستایش و سپاس خداوند تبارک و تعالی است این بخش را از کجا آوردن دوستان همانطور طور که میبینید از کتاب مناجات نامه خاج عبدالله آوردن ابتدای قرائت بکنیم و بعد برگردیم در حوزه معنای عبارت ها الهی نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز الهی شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را ایان الهی فضل تو ما را لواب و کنف تو ما را معوا الهی ضعیفان را پناهی قاصدان را بر سر راهی مؤمنان را گواهی چه بود که افزایی و نکاهی الهی چه عزیز است او که تو او را خواهی و بگریزد او را در راه آری تو با آن کس که را تو او را ای آیا که تا از خود ما که ای بله دوستان خب وارد حوزه معنا شویم و ببینیم که معنای قسم از مناجات نامه چیست خب در ابتدا میگوید بره هرات الهی نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز بسیار بسیار زیبا میفرمایدشان میگوید خداوند اسم تو نام تو امکان است اجازه است برای هر کاری و مهر تو ما را جهاز و مهر و محبت تو برای ما یک سرمایه است یک سامان است الهی شناخت تو ما را امان ای خداوند اگر می خواهیم که ما در دنیا در امن و امنیت زندگی بکنیم باید تو را خوب بشناسیم شناخت تو گام اول در امنیت و آرامش است و لطف تو ما را ایان ای خدا این لطف تو ای سپاس از تو زمانی میتواند برای ما آشکار شود که ما تو را بشناسیم شناخت خدا حاصل شده است برای ما و حال ما می چکار چی چیکار کنیم دوستان می خواهیم از خداوند که لطف خود را محبت خود را برای ما آشکار سازد که همین طورم هست خداوند برای ما لطفش را آشکار کرده الهی فضل تو ما را لوا و کن تو ما را موا ای خدا بخشندگی تو فضل به معنای چه تو به معنای بخشندگی است ای خدا بخشندگی تو برای ما یک پوشش است یک لباس یک لباس است یک جامع است و کنف تو ما را معوا خدایا پناه تو برای ما یک خانه است خانه ما پناهگاه توست و پناهگاه تو برای ما خانه می باشه الهی ضعیفان را پناهی خداوندا پناهگاه همه انسان ضعیف همه موجودات ستم دیده خدایا فقط و فقط خودت هستی قاصدان را بر سر راهی تمام پیک ها تمام قاصدها ها که از یک مسیر در مسیر دیگر حرکت میکنند برای رساندن یک نامه یک چیزی خدایا فقط و فقط تویی که او را از تمام وحوش از تمام حیوانات درنده از تراران از دوزان محافظت میکنیم مؤمنان را گواهی تمامی مؤمنان را خدایا تو شهادت میدهی و تو گواهی آنها هستی که در دنیا و آخرت سربلند و عزتمند باشند چه بود که افزایی و نکاهی خدایا مگر می شود چیزی که تو بخواهی افزایش دهی بالا ببری و مگر می شود چیزی تو بخواهی که کم بکنی و پایین بیاوری و نشود امکانش وجود ندارد تمام کم و زیاد شدن ها تمام بالا رفتن ها و پایین آمدن ها فقط و فقط به ید طولای تو میسور است الهی چه عزیز است او که تو او را خواهی خدایا انسانی می تواند عزتمند باشد می تواند سربلند باشد که فقط و فقط تو بخواهی عزت و ذلت فقط و فقط دست تو میباشد و بگریزد او را در راه آری انسانی که میخواهد همواره از تو دور شود خدایا نمیتواند هر زمانی که تو بخواهی میتوانی او را هدایت کنی و انسانی را که نخواهی هدایت کنی میتوانی هدایت نکنی تو با آن کس را که تو او را ای انسان خوشبخت انسان برگزیده او انسانی است که خدایا تو او را انتخاب کرده باشی و تو نظر ویژه عنایت ویژه‌ای به او داشته باشیم آیا که تا از خود ما کرایی آیا خدایا ما می توانیم غیر از تو وجودی را تصور کنیم که به ما از خود ما نزدیکتر باشد اینقدر دلسوز باشد اینقدر مهربان باشد خدایی که از پدر و مادر به ما نزدیکتر است و به طور آیه قرآن که میفرماید فرماید نحنو و من حبل الورید خدایی که از رگ گردن در ما نزدیکتر است خدایا میتوانیم تصور بکنیم که کسی از تو به ما میتواند نزدیکتر باشد امکانش وجود ندارد میبینیم دوستان کلام پیر هرات عبدالله انصاری بسیار زیباست بسیار قشنگ است بسیار جذاب می نماید خب در اسلاید دوستان بعدی ما میبینیم که انواع واجه هایی که ما در قالب درس خانیم کلماتی که ما در قالب درس آوردیم دوستان برای شما معنا شده است جهاز به معنای اسباب و لوازم و سامان است جواز به معنای اجازه و امکان است حمد به معنای سپاس و ستایش خداوند تبارک و تعالی است البته حمد دوستان مخصوص خداوند است مخصوص کسی دیگری نمیتواند باشد تو نام یک درختی است در بهشت برین که در واقع معنای پاکیزه را میدهد معنای برگزیده را مدد که در قالب معنای اسلاید قبلی دو سال کلمه توبا را به معنای برگزیده معنا کردیم یعنی انسانی که خداوند او را انتخاب کرده ایان به معنای آشکار است به معنای واضح به معنای مبرهن کنف به معنای حمایت و پناه است معوا به معنای خانه و منزل و کلمه آخر که فضل است به معنای بزرگی و برتری می این واجه های اصلی ما در ای درس می باشد خب دوستان در قسمت دویم که میخوایم براتان بحث کنیم در مورد حمدیت یا ستایش نامه همانطور که میبینید در سنف های مختلفی که ما تاالا خواندیم دوستان اولین درسی که در کتاب ادبیات دری ذکر شده است فصلی است در مورد سپاس و ستایش از خداوند تبارک و تعالی این قسم را تحت عنوان ستایش نامه یا همدی از او ذکر می کنند که بسیاری از شاعران و نویسندگان در آغاز کتاب های خود در ستایش و سنای خداوند تبارک و تعالی ذکر می کند همانطور که خانیم بخشی از کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری از این قسم در واقع ذکر می شود خب حال میاییم در مورد انواع نوشته میخوایم توضیحات خدمت دوستان ارائه کنیم شاگردای عزیز خوب حواستان باشد فکرتان باشد انواع نوشته دو نوع است دو نوع نوشته که از همدیگر قابل تمایز می باشد یا نظم است و یا نسل است نظم که در واقع همون شعر است که برایتان در واقع خوانده شده است در سنوف قبلی در موارد قبلی و نظر همون داستان است یعنی نوشته یا نظم است و یا نس که میخوایم در مورد هر یک دوستان توضیح بدهیم خب ما یک نصری داریم تحت عنوان نصر مسجع نصر چیست؟ گفتیم نصر او نوشته است که در واقع قالب دارد یا قالبش جمله اسمی است یا جمله فعلی که در واقع میگوییم نصر چیست؟ نصر آن چیزی است که شعر نباشد شعر که میبینید در واقع اجزای جمله را جابجا جا میکند ولی در قالب نصر ما اجزای جمله را سر جای خودشان ذکر میکنیم در واقع نصر مسجع به نصری گفته میشود که دارای سج باشد حال سج چیست خود سج را میخواهیم توضیح دهیم سج دوستان در لغت به معنای آواز یگان مرغ یا پرنده است اگر میبینید که یک کبوتری یک پرنده بر بالای جایی در حال آوازخانی است او را در لغت میگوییم سج خب حالی سج در اصطلاح چیست؟ اصطلاح علمی و ادبی کلمه سج این است هرگاه نویسنده در آخر هر جمله کلماتی بیاورد که دارای وزن مشترک یا حروف مشترک و یا هر دو باشند. این می شود سج پس هر زمان یک نویسنده در قالب نصر البته نه نظم چون مورد ما بحث شعر نیست نه. بحثی که ما می خواهیم مطرح بکنیم بحث شعر نیست بحث ما در واقع چیست دوستان نصر است خب این نصر در واقع چیست نصر او چیزی است که دارای اجزا باشد حالی اجزا دارای کلماتی است که در انتهای هر جمله دوستان در انتهای هر جمله ما یک کلماتی را می آوریم که یا دارای حروف مشترک است و یا دارای وزن مشترک است یا می تواند هر دو تا باشد این را می سج به طور مثال دوستان نگاه کنید از متن درس شما نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز کلمات آب رنگ رو نگاه کنید جواز و جهاز در امتدای هر جمله دو تا کلمه آمده خب این کلمات از نظر حروف مشترک شبیه در یکدیگر دیگر هستن نگاه کنید دوستان الف و حرف ز در انتهای هر دو تا مشترک است خب وزنش مشترک است جهاز دو بخش است درست است خب جواز جواز این هم دو بخش است پس حروفش مشترک وزنش مشترک این را میگویند سج حالا اگر یک نصری داشتیم یک متنی داشتیم که پور از کلمات سج باشد او را میگویم در واقع چی؟ نصر مسجع خب یک نکته ای که دوستان در اینجا برای شما عنوان چیزی که خارج از کتاب است ذکر می شود ولی بسیار بسیار مهم است فکرتان باشد همیست دوستان میگوین که سج در نصر همانند قافیه در نظم است شما قافیه رو نگاه کنید در یک شعر در انتهای هر مصرا ما کلماتی داریم که تحت عنوان چی هستن دوستان قافیه هستند حالا همین قافیه که در شعر است در نظم است حکم همین سج را دارد که در نصر است به طور مثال دوستان نگاه کنید بر روی همین مانوتور که میبینید خب یک بیت یک بیت شعر برایتان بر آوردم و یک جمله نصر کنه دوستان نگاه کنید میگوییم که در خور هم دو سنا بار خدایی است کریم که زخان کرمش بهره برد دیو رجیم یا کنید دوستان خب کدام کلمه در ای قالب در ای بیت برای ما کافی هستند کلمه کریم و کلمه رجیم هر دوتا تا قافیه ای بیت هستند یا کنید حروف مشترک وزن مشترک دارد کرمه کریم و رجیم که قافی است حالی در این جمله پایین دق... دوستان دقت کنید میگویم هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده چه جمله زیباست چه جمله قشنگی است این جمله از کتاب گلستان سعدی است دوستان نگاه کنید هنر چشمه ز... زند... هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده البته در اینجا زنده آمده ولی او زاینده بوده ترکیب درستش نگاه کنید دوستان خب میبینیم بین کلمه زاینده و پاینده هم در واقع چیه؟ هم حروف مشترک دارد و هم چی مشترک دوستان؟ احسن هم دارای وزن مشترک است که در واقع سج است این سج در واقع مانند قافیه بالایی که در واقع برای شما توضیح دادیم شبیه دا دیگر حالی در دیگر است حال در انتها میگم دوستان کتاب هایی که در واقع به عنوان نصر مسجع هستند چون میدانی که نصر انواعی دارد ما یا نصر ساده داریم یا نصر مصنوع متکلف داریم یا نصر مسجع داریم یا نصر مرسل داریم و و و قالب های مختلف ولی او کتاب هایی که متناسب با موضوعی که امروز برایتان تدارک دیدیم یعنی در واقع نصر مسجع هستن دو کتاب هستن یکی کتاب گلستان سعدی است که بسیار نصر مسجع و قشنگی دارد در ابتدای کتاب گلستان سعدی دیواچه اگه باز کنیم اگه متن بسیار زیبا میبینیم که از شیخ شیراز حکیم در واقع سعدی شیرازی است میگوید چی میگوید منت خدای از وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون که برمی آید مفرح زاد پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمتی شکری واجب از دست و توان که براید که از عهده شکرش به آید بنده همون به که تقصیر خیشت عذر به درگاه خدای آورد و نسوز آوار خداوندیش کس نتماند جای آورد. یا آخرین دوستان این قالب شعری که در واقع هم نظر بود و هم نظر در کتاب گلستان سعدی شکل،, شکل گرفته است مناجات نام خاج عبدالله انصاری که در ابتدای درس برای شما قرائت کردین دوستان از همین قالب است یعنی نصر مسجم باشد خب حالی که درس را دوستان میخوایم تمام کنیم یک سوال برای ما پیش می آید که در واقع تحت عنوان کار خانگی در شما می سپاریم خب او چیز می گویم در درس حمد شریف سه مورد سج را مشخص کنید کتاب خود را باز کنید درس اول را باز کنید نگاه کنید خب در درس حمد شریف ما سج را براتون توضیح دادیم حالی که توضیح دادیم دوستان دا سه مورد از انواع سج را برای ما در جلسه بعدی بیاورید تا ببینیم و بدانیم که درس امروز رو کاملا کاملا خوب متوجه شده اید دوستان خب دوستان و متعلمین عزیز و گرامی مانده نباشید جلسه امروز ختم شد در پایان رسید انشاءالله تا جلسه بعدی شما عزیزان را به الله پاک میسپارم خدا من یار و نگهدارتان